سلام، من وحید شهرانی هستم از وبسایت lessonsforsivil.com. قبل از اینکه بریم سراغ این درس، اگر بار اولتونه که ویدیوهای ما رو نگاه میکنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب توی این درس میخوام بهتون یاد بدم که چجوری نیروی یکی از اعضای خرپا رو به دست بیارید و از روش مفاصل هم میخوایم این کار رو انجام بدیم. مثالی که اینجا براتون آوردم یه خرپا هست که روی دو تا تکیگاه مفصلی قرار داره و در وسطش 10 نیوتن وارد میشه. طول همه اعضای این خرپا هم 1 متر هست که در نتیجه زوایای 45 درجه رو داریم. خب بریم ببینیم چجوری میتونیم نیروی عضو BH رو توی این خرپا به دست بیاریم. یادتون باشه اولین قدم تو حل مثالهای استاتیک به دست آوردن نیروهای تکیگاهیه. پس اول از همه من نیروهای تکیگاهی رو میکشم. اینجا یک آی وای دارم. توی این قسمت تکیگاه هم یک اف وای و یک اف ایکس داره. خب حالا میتونم خیلی راحت از معادلات تعادل به دست بیارم که نیروهای تکیگاهی چی هستن. اگر زیگمای ام حول نقطه اف رو بنویسم با علامت قراردادی مثبت به این سمت، چه اتفاقی میفته؟ آی وای ضرب در 1 2 3 4، آی وای ضرب در 4 منهایه، چون این نیرو داره در خلاف علامت مثبت اون عمل میکنه، منهایه 10 ضرب در 2 برابر با 0 باید باشه. خب 4 تا آی وای منهای 20 برابر با 0 که در نتیجه آی وایمون به دست میاد 5 نیوتن. خب حالا اگر زیگمای اف وای برابر با 0 رو بنویسم، جهت مثبتم هم به این سمت باشه، میگم آی وای که مقدارش هست 5 منهای 10 نیوتن که به سمت پایین دارم به علاوه اف وای هم باید برابر با 0 باشه که از اینجا اف وای هم به دست میاد 5 نیوتن. خب خیلی راحت، حالا معادله اف ایکس برابر با 0، جهت مثبت هم رو هم به این ور میگیرم. تنها نیرویی که تو جهت x دارم f x هستش که خود این باید برابر با 0 باشه. خب حالا که نیروهای عکس العملی به دست اومدن، باید ببینم چه جوری میشه نیروی عضو BH رو به دست بیارم. گفتم توی این مثال قرار از یک روش استفاده کنیم به اسم روش مفاصل. توی روش مفاصل ما باید تعادل تک تک مفصل‌ها رو بنویسیم تا به مفصلی که وصل به اون عضو برسیم. خب یعنی مثلا اینجا من اول باید تعادل این مفصل رو بنویسم تا این نیروها به دست بیاد. وقتی این نیروها به دست اومد، میتونم با نوشتن تعادل مفصل B نیروهای عضوایی که متصل به مفصل B رو به دست بیارم. خیلی خب بریم تو قدم اول مفصل A رو بنویسیم. خب توی مفصل A چی دارم؟ یک نیروی آی وای هست که گفتیم برابر با 5 نیوتونه. یک نیرو دارم که به سمت در واقع نیروی AC هست، نیروی عضو AC، و یک نیرو هم با زاویه 45 درجه دارم که نیروی AB هستش. این زاویه هم که 45 درجه است. خب حالا اگر معادلات تعادل رو برای این مفصل من بنویسم، زیگمای اف وای برابر با 0 میشه، درسته؟ خیلی خوب، از اینجا نتیجه میگیریم علامت مثبتمونم به سمت بالا، 5 به علاوه رادیکال 2/2 ای بی برابر با 0 میشه، که خب از این رابطه هم خیلی راحت به دست میارم که نیروی AB برابر میشه با منفی تقریبا، اگر رادیکال 2 رو بگیرم 1 و 41، تقریبا میشه چیزی حدود 7 نیوتن. خب این منفی اینجا چی میگه؟ ببینید این منفی داره میگه جهتی که من فرض کردم خلاف اون جهت میشه، یعنی در واقع نیروی AB به این سمت هستش. خب حالا وقتشه که بریم تعادل رو برای مفصل B بنویسیم. ببینید توی مفصل B من چه نیرویی دارم؟ این AB رو به این سمت گرفتم، عکس العملش در خلاف جهت میشه AB، اندازش هم به دست آوردم منفی 7 نیوتن. دیگه چی دارم؟
یک در واقع نیروی بی اچ به این سمت دارم و یک نیروی بی سی. این زاویه هم که 45 درجه بود. خب ما چه نیروی رو میخواستیم؟ نیروی بی اچ. پس در نتیجه خیلی ساده، اگر من زیگمای اف ایکس رو برابر با صفر قرار بدم با جهت مثبت این سمت، میشه بی اچ مساویه با منفی 7 ضرب در کوسینوس 45 درجه، که اگر مقدار عددیش رو بخوام به دست بیارم برابر میشه با 4 و 94، البته با علامت منفی، که دوباره تاکید بکنم این علامت منفی داره چی میگه؟ این علامت منفی داره میگه جهتی رو که من برای بی اچ در نظر گرفتم اینجا اشتباه هستش و در واقع نیروی بی اچ به این جهت به مفصلمون وارد میشه. خب دیدید که خیلی ساده بود، من برای به دست آوردن نیروی این عضو از گره آ شروع کردم، تعادل گره آ رو نوشتم، نیروهایی که به دست اومد و منتقل کردم به مفصل بعدی و تعادل و مفصل بعدی رو نوشتم. ممکنه این روند رو مجبور بشید چندین بار تکرار و تکرار بکنید تا به نیروی اون عضوی که میخواین برسید. یادتونم باشه علامت قراردادی مثبت از اول تا انتهای مسئلتون باید یکسان باشه، قرارداد مثبت داشته باشید، یعنی برای نیروهای مثبت فرضاً همچین علامت مثبتی رو در نظر بگیرید. زمانی که جوابتون منفی به دست میاد یعنی اینکه خلاف اون جهت هستش. خب درس امروز هم تموم شد، تمریناتونو حتما انجام بدید. تمرینی که روی اسکرین هست و میتونید از وبسایت خودمون دانلود کنید، lessonsforcivil.com. حتما کامنت بذارید، چون کامنت های شما هم به ما امیدواری میده و هم بهترین راهنماییه. از اینکه ویدیوهای ما رو تماشا میکنید خیلی خوشحالم. تا درس آینده، خدا نگهدار.